اگر از کسانی هستی که دیدن جاهای اسرارآمیز و ترسناک را دوست دارید، این مکانی که می‌خواهیم آن را معرفی کنیم برایتان خیلی هیجان انگیز است. در جنوب شرقی ایران قبرستانی اسرارآمیز هست که بلوچ‌ها به آن قبرستان جن می‌گویند. در اینجا می‌توانید سنگ قبرهای خیلی بزرگی را پیدا کنید که مشخصاً برای انسان ساخته نشده‌اند. برای دیدن این قبرستان باید به روستای تیس در شهر چابهار استان سیستان و بلوچستان بروید. این روستا قدمت 2500 ساله دارد و این پیشینه تاریخی آثار تاریخی زیادی را برایش به ارمغان آورده است. در میان آثار اینجا قبرستان جن با حال و هوای اسرارآمیزش از دیگر جاهای شهر متمایز است. قبرستان جن به قدری ترسناک است که حتی بومی‌های منطقه هم شب‌ها از کنارش رد نمی‌شوند. چیزی که مردم را به این باور رسانده که اینجا قبرستان جنیان است، وجود سنگ قبرهای بزرگی است که با این اندازه بزرگ نمی‌توانستند محل دفن انسان‌ها باشند. در این قبرستان در دامنه کوه و در میان سنگ‌ها قبرهای بزرگ و کوچکی وجود دارد که گذشت سالیان تعدادی از آنها را نابود کرده، اما هنوز هم در آن قبرهای به جامانده زیادی به چشم می‌خورد. در میان قبرها قبری وجود دارد که 225 سانتیمتر طول و 110 سانتیمتر عرض دارد. با دیدن این قبر عجیب سوال‌های زیادی به ذهن می‌آید. اینکه این قبر سنگی را چه کسانی کندند؟ چرا آن را بر روی سطح‌های سنگی کندند؟ چرا تا این حد بزرگ است و با چه وسیله‌ای حفر شدند؟ مردم جوابی برای هیچ کدام از این سوال‌ها نداشتند و در آخر چاره‌ای نداشتند جز اینکه بگویند این قبرها برای موجودات ماورایی مثل جن‌ها است. شاید بگویید چرا جنها؟ چون میگویند که جنها میتوانند حتی اجسامی با 500 تن وزن را به راحتی بلند کنند، توانایی که از عهده انسان بر نمیآید. پس بیراه نیست اگر بگوییم این قبرها را واقعا جنیان حفر کردند. برای همین هم هست که عده‌ای حتی ساخت اهرام ثلاثه را هم کار موجودات ماورایی مثل جنیان میداند. همه مردم بر این باور هستند که جنها مرده های خود را در این قبرها به خاک سپردند و شبها به داخل این قبرستان می روند تا برای مردگانشان مرثیه سرایی کنند. پس اگر کسی از انسان ها به اینجا نزدیک شود، از جانب جنیان نفرین می شود و چند روز بعد به شکل دردناکی از دنیا می رود. جالب است اگر پای صحبت عده‌ای از بومی‌های این روستا بنشینید، برایتان از روزهایی تعریف می‌کنند که هنگام غروب صدای گریه جن‌ها را از دل قبرستان شنیدند. در کنار همین قبرستان، قبرستان اصلی مردم این روستا هم قرار دارد، ولی آنها همیشه حواسشان هست که با نزدیک شدن به شب از این قبرستان فاصله بگیرند.